بسم الله الرحمن الرحیم بیننده و شنونده برنامه شهر رمضان از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته وقتتان بخیر امیدوار هستم دومین روز روزه ماه مبارک رمضان تا عیدم خوش گذشته باشه طاعت و عبادت همه ما و شما قبول درگاه حضرت حق باشه امیدوار هستیم که به برکت روزه ماه مبارک رمضان خداوند بلا و آفت از سرزمین ما گم بگردانه و دور کنه و مخصوصا ای آفت کرونا ویروس خداوند همه ما و شما را از شر مصیبت در امان بماند خوشحال هستم باز هم به شیر سیرت با تقدیم برنامه شهر رمضان تا یک ساعت به گونه نشر مستقیم مهمان خانه های شما هستم خوش باشین و امیدوار هستم یک افطار خوب و خوش در کنار خانواده های محترمتان داشته باشین محتویات برنامه امروز ما اولین مهمان ما امروز جناب آقای دکتر سید حجت الله نجی رئیس مجمع علمی وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف هستند و در کنارش نشر اذان شام به افق شهر کابل توسط جناب قاری صاحب احمد مسیح غوثی زاده داریم و در لابلای برنامه با دو فامیل کمک مواد ارتزاقی داریم اولین مهمان ما امروز جناب استاد دکتر مفتی سید حجت الله نجی هستند حضور شما بخیر باشه و خیلی ها خوش آمدین جناب آقای دکتر سلامت باشین استاد غرض زحمت بیشتر که من خواستم بود که شما در برنامه باشین به علت و به علت فتوایی که شما در روزهای اخیر به خاطر آمدن ویروس کرونا به کشور شما چند فتوای صادر کردین میخوایم کوتاه در مورد فتوایی که شما از آغاز طور مثال ای که فردی که اگر مصاب میشده باشه با ویروس کرونا شسته آیا شوه یا نشوه اگرچه ای با برنامه یه شهر رمضان چندان همخوانی نداره اما پیدا کردن شما هم بسیار مشکل هست به او خاطر یه مطرح کردم بعدش مسئله غسل و دفن از این فتوا چگونه هست و بالاخره در یک سوال میخواییم بپرسیم که رفتن ما به مسجد هم فتوایی بود که شما از طریق مجمع شما صادر شد میخواییم محتوای فتوا را فشرده تا فرصتی که قبل از اذان هست از شما داشته باشیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه و بعد سلام دارم خدمت جناب شما همکارای تخنیکیتان بینندگان محترم تلویزیونتان حلول ماه مبارک رمضان را به شما به همکارانتان و به همه هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم ماهی با برکت و با سعادتی است الله رب العزت توفیق طاعات و عبادات در این ماه مبارک به همه ما و شما نصیب بفرماید و طاعات و عبادات ما را قبول بکند و برکت این ماه همه این مصائب و مشکلات و بخصوص آفت و وبایی که امروز دامنگیری تمام بشریت شده است خداوند آفت و وبا و بلا را از سر مسلمان ها و همه انسان ها دور بدارد الهی امین بعد در رابطه با سوال شما باید عرض بکنم که پیرامون مسئله مسائل مختلف در رابطه با مرض کرونا استفتاهایی از مراجع رسمی و غیر رسمی عنوانی وزارت ارشاد حج و اوقاف و بخصوص عنوانی ریاست مجمع علمی وزارت رسیده بود که در او بخش ادای نمازهای جمعه و جماعات در مساجد و همچنان نماز تراویح و در رابطه با ای که اشخاصی که وفات میکنند در نتیجه ویروس کرونا موضوع غسل و تکفین و دفنی از اونها همه این موضوعاتی بود که شامل این مسئله میشد در روشنی احکام شرعی در رابطه با تمام این مسائل اونجا روشنی انداخته شده است در فتوا و این فتوا هم خوشبختانه با تعداد زیادی چاپ هم شده از طریق سایت وزارت و صفحات وزارت نشر هم شده به دسترس رسانه‌های محترم هم قرار گرفته بله عمدتا در این فتوا یک مقدمه ای هست که روشنی انداخته شده است بالای خود ویروس کرونا که در روشنی قولی طبیبا و دکتر صاحبا معلومات مختصری در او رابطه است بعد بخش دومش
اهمیت وقایه هست در اسلام که در اونجا ترکیز بیشتر سری از این بسیار جد تشکر دکتر سیف فرصت اذان شام با شهر کابل هست دوباره بر میگنیم ختم اذان دوستای عزیز زمان سن نشر میشه و پس از اون قرائت اذان شام و در پس از اذان شام با جناب استاد خوش آمدین ادامه شهر رمضان را به گونه نشر مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید دوستان عزیز امیدوار هستم یک افطار خوب و خوش داشته باشین فرصت افطار بر بعضی ولایت ها نرسیده امیدوار هستیم که در هنگام افطار و قبل از افطار از دعای خیر فراموش نکنین جناب استاد دکتر مفتی سید حجت الله نجیح رئیس مجمع علمی وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف با ما هستند جناب دکتر صاحب چون موضوع کرونا بسیار مهم هست و بعضی از دوستا یعنی رفتن به مسجد در جریان ماه مبارک رمضان و اقامه نماز تراویح و برگزاری ختم ماه مبارک رمضان یعنی به گونه بسیار جدی روی از تاکید دارن و من مطمئن هستم که در بعضی از ولایات در قرا و قصبات شاید همین لحظه ختم برگزار میشه من دیروز تماسی داشتم با ولایت فاریا و چند ولایت دیگه شاید هم این فتوا رسیده باشه فتوایی که شما صادر کرده باشین یا هم نرسیده باشه یا رسیده باشه بعضی از دوستایی را نادیده بگیرند میخواییم که از نظر علمی روی این مورد شما یک بحث علمی داشته باشید بعد خدمت نرس شود که در فتوایی که صادر شد راجع به نمازهای جمعه و جماعت و راجع به نماز تراویح بله. بحث های حس و موضوعات به شکل واضح نوشته شده است به هر صورت در چنین یک حالتی بعد ما متوجه بوده باشیم زمانی که خوف متوجه جان انسان بوده باشد یا سلامت انسان بوده باشد نفس خود خوف به تصریح فقها یکی از اعذار ترک جماعت هست زمانی که خوف متوجه نفس باشد زمانی که خوف متوجه مال باشد یا اهل و عیال بوده باشد این خوف چه خوف دشمن باشد و یا هم خوف مرض بوده باشد و طوری که مرض خودش یکی از اعذار ترک جماعت است خوف مرض هم در صورتی که و خوف مبنایی درست و صحیح داشته باشد یکی از اعذار ترک جماعت می باشد که بدون شک مرض کرونا به اساس توصیه های اطباء یکی از مرض های بسیار خطرناک است و با توجه به خطورت مرض توصیه ما در فتوا و تأکید ما در فتوا بیان شده است که کوشش بکنند دوستا که بیشتر نمازهای خود را در خانه با جماعت همراه خانواده های خود و یا هم به گونه انفرادی ادا بکنند و در صورتی که یه عذر موجود بوده باشد یه عذر برایشان ای را مجاز می دهد که نمازهای خود را در خانه ادا بکنند و انشاءالله مجور می باشند به هر حال راجع به نماز تراویح خدمت نرد شود که زمانی که ما میگوییم و در فتوا هم تاکید کردیم که دوستا در مجموع کوشش بکنن حتی الامکان نمازها را در خانه بخوانند با توجه به ای که این نکته را خدمتتون عرض برسانم که دروازه های مسجد باز هست و ما هیچگاهی در فتوا به هیچ اشاره ای هم نکردیم که خدای نخواسته دروازه های مسجد بند شود نه دروازه های مسجد باز است امام مؤذن خادم کسایی که در محیط مسجد هستند و یا هم کسایی که در گرد و پیش مسجد هستند و مطمئن هستند از صحتمندی خود و از تعقیم فضای مسجد و محیط مسجد با در نظر داشت فاصله های لازم اقامه نماز صورت بگیره از آنها هم باشه و اقامه جماعت هم باشه البته با تعداد بسیار بسیار معدود و اندک و انگشت شمار و در فتوا به صراحت تاکید شده بالای از این نقطه بخصوص کسایی که اونها به اساس گفته طبیبا بیشتر در معرض اصابت این مرض و یا امراض ساری دیگری قرار می گیرند و کسایی که سنشان بالاتر از 58 سال است کسایی که امراض قلبی دارند امراض شکر دارند و یا هم به امراض دیگری مبتلا هستند و بیشتر در معرض بیماری بوده میتونن و یا هم کسایی که سنی بالا دارن اگرچه امراض را ندارن و همچنان اطفال به صورت قطع در فتوا برشون گفته شده است و توصیه شده است که این دوستا و این طبقه
کوشش بکنن که نمازهای خود را در خانه ادا بکنن. بسیار زیاد تشکر. جناب دکتر صاحب، چند تا ایرادی که وجود داره در شبکه های اجتماعی و مخصوصا مهمانایی که در برنامه ها از آمدن ویروس کرونا در افغانستان در برنامه های مختلف روش بحث داشتیم با مهمانای مختلف، چند تا ایراد وجود داره. اولی که مرض همچنان که شما میدانین و همه با خبر هستیم، یعنی ساری هست. شما گفتین دروازه مسجد مسدود نباشه و اندک نفرات اشتراک کنن در مسجد. چی اعتمادی وجود داره که می اندک نفرات مبتلا با ویروس کرونا باشند و زمانی که اینا اشتراک میکنن در مسجد سبب سرایت به دیگرا شود؟ دوستا باورشان به این است که یعنی او صراحت لهجه ای که باید در فتوا می بود او دیده نمیشه. این انتقادی است که وجود داره. من خواستم این خدمت شما بیان کنم که نظر شما چی است. خدمتتون عرض براست که در مجموع ما میبینیم که در هیچ یک از شهرهای افغانستان ما به طرف قرنطینه 100% نرفتیم. اگر به قرنطینه رفتیم، قرنطینه نسبی بوده است، طوری که شما هم شاهد هستیم و میبینیم عملا. در چنین یگالتی ما گفته نمیتونیم که قرنطینه در جاهای دیگری نسبی بوده باشد و در مساجد 100%. بعد زمانی که در دیگر عرصه های اجتماعی در موارد دیگری افراد با اتخاذ تدابیر وقایوی لازم میتونن که برایان بنابر مجبوریت هایی که وجود دارد، پس ما هم در امو فتوا صراحت دادیم که کسایی که سالم هستن و مطمئن هستن از سلامت خود. استاد، اینال خیلی 14 روز بعد این مرض آشکار میشه در وجود. فرض کنین خدای نخواسته اگر من مبتلا به این ویروس باشم، بره فعلا هیچ شناخته نمیشه، تشخیص نمیشه. 14 روز بعد خود علائم خود و بالاخره بروز میده و شناخته میشه که این فرد مبتلا بود. طبعا کسایی که به این شکل بوده باشن، عین ایراد در رابطه با قرنطینه نشدن 100% هست. زمانی که چنین چیزی بدون شک هست و چنین چیزی اگر بسیار مورد توجه قرار بگیره، بعد قرنطینه در تمام عرصه ها به همون شکلی که شما گفتین تطبیق می شد. وقتی که چنین نبود و در دیگر عرصه ها با وجود این احتمال که افرادی که فعلا سالم هستن و احتمال داره که مصاب بوده باشن و 14 روز بعد اینو مدار شده، با داشتن فاصله های لازم در دیگر عرصه های اجتماعی ظاهر می شوند و در دیگر عرصه های اجتماع هستند، پس ما گفتیم در مساجد هم با داشتن همچو تدابیر احتیاطی و فاصله لازم و با داشتن ماسک، دستکش و تعقیم شدن فضای مسجد و یکی بین صفا فاصله بوده باشد و یکی کمترین وقت خود را در مسجد سپری بکنن، تنها همو تعداد افرادی که میایند به مسجد و خود از سلامتی خود و از سلامتی دیگر اشتراک کنندگان و از تعقیم فضای مسجد مطمئن هستند، همونها هم باید زمانی که میایند، ما تشویق نمیکنیم همو تعداد هم با آمدن، ولی زمانی که اونها میایند ما مانعشان شده نمیتونیم، چون در دیگر عرصه ها هم اونها میروند، در عرصه هم باید باید. بسیار زیاد تشکر. جناب دکتر صاحب، زمانی که این مشکل پیدا شد شما فتوایی را صادر کردید. من در فیسبوک شخصی خود از یک عکسی انتخاب کردم از بیرون از کشور که صفها با ایجاد فاصله برگزار شده بود، یعنی همون فاصله که 2 متر یا 1.5 متر که فعلا در اکثر مساجد افغانستان و ما نمونه مثال در مسجد که دیشب هم در برنامه مثال زدیم، مسجد جامع هرات دیده میشه. بعضی از دوستا گفتن که خود ازی در مغایرت با شریعت قرار داره. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید که سو صفوفکم فین تصفیت صفوف من اقامت الصلاه. بصراحت گفتن و گفتن دلیلی وجود نداره که در دین که پیامبر گفت صلی الله علیه و سلم گفته باشه زمانی که اگر مشکلی وجود داشت در صف فاصله بگیرین. شما چی پیام دارید؟ من فکر میکنم که برداشت یک کمی برداشتی شاید با دور از دین باشه، شاید یک کمی برداشت اشتباه بوده باشد. چون او حکم در حالات عادی هست. زمانی که ما میبینیم حالات غیر نرمال میشه و پس در برخی احکام بعضی تخفیف هایی می آید به شکلی که در شریعت عزیمت است، به همون شکل رخصت هایی وجود دارد، به همون ترتیبی که عزیمت مورد توجه است در شریعت در زمان مخصوص به خودش و در حالات عادی به همین ترتیب رخصت هم مطلوب است در موارد مخصوص به خودش. حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که می فرمایند
ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه او كما قال عليه الصلاه والسلام که الله دوست دارد به همون شکلی که به عزیمت های او عمل می شود به همون ترتیب به رخصت هایش هم عمل شود. بعد دوستا حالات عادی را به حالات غیر عادی و حالات نرمال را به حالات غیر نرمال نباید یکسان فکر بکنن و یکسان حکم بالای از او تطبیق بکنن. پس زمانی که ما می گوییم در چنین حالاتی بسیاری از افراد نباید به جماعت بروند در حالی که چنین یک چیزی را ما در حالت عادی گفته نمیتونیم. پس در چنین حالتی او افرادی که به نمازها میروند ما گفته میتونیم به خاطر ضرورت فاصله ای که در دیگر حالات درست نیست و ناجایز هست در این حالت او جایز میشه. بسیار زیاد تشکر. در قرن در با مزرد در سال هجری هجری تاون میاد در شام و مسجدی بسته نمیشه. بعضی از دوستان ایره هم ایراد گرفتن چون شما مرجع صدوری فتوا هستین. خوب است که این موارد با شما شریک بسازیم تا دوستان بدانند که از بزرگترین مرجعی که فتوا صادر کرده خودشان حضور دارن و پاسخ میتن به این اشکالاتی که در ذهن دوستان وجود داره. گفتن در قرن در سال 18 تاون آمد در شام و دروازه مسجد بسته نشد. همه با هم کنار هم ایستادن و نماز برگزار کردن. ما امروز چرا کار میکنیم که نه در صدر اسلام انجام شده خوب باری که پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم فرمود که نماز در خانه هایتان اقامه کنین به دلیل بارش باران تنها یک مورد وجود داره، اما در شام میبینیم که همه کنار هم ایستاده میشن و نماز در مساجد برگزار میکنن. ما چرا بدعت نویره اساس گذار باشیم؟ شما چی پیام داریم؟ این رات زمانی میشد که اگر خدای نخواسته ما میگفتیم که دروازه های مسجد بند شود و دوستان میگفتند که باز در وقت نشد و در این وقت چطور شده است، در حالی که هیچ چنین موردی وجود ندارد و هیچ یکی از علما هم نگفتند که علمای افغانستان هدف مسجد که هیچ کسی نگفته و هیچ از آدرس رسمی و غیر رسمی گپ چیز نشده است که خدای نخواسته دروازه های مسجد باز باشه، ببخشید دروازه مسجد بسته شود. دروازه های مسجد باز است و این محل ایراد نیست. بعد میاییم سر این نکته که چرا دوستا کنار هم کسایی که میاین در مسجد ایستاد نشوند. دقیقا خدمتتون به عرض برس از گفتم حالات عادی را ما به حالات غیر عادی نباید یکسان فکر بکنیم. چرا حالات غیر عادی در شام در نظر گرفته نشد؟ در اونجا هم دیدگاه ها متفاوت بود. در میانی حتی ببینین زمانی که اونجا قبلا خلیفه حضرت ابو عبیده ابن الجراح بودن، دیدگاهی از اونا طور دیگری بود و حضرت ابو عبیده ابن الجراح هم در امو بیماری تاون اونا هم شهید شدن و جمعی از اصحاب کرام کبار تابعین اونجا و حدودا 25 هزار نفر تلفات داشت. ولی زمانی که صحابی دیگری به عنوان والی عمرو بن العاص می روند اونجا، بعد باز اونا تدبیری دیگری میگیرن. اختلاف دیدگاه به شکلی که حالی هم وجود داره در همون زمان هم وجود داشت. زمانی که حضرت عمرو بن العاص میروند مردم توصیه میکنند که از شهر دور بروند، متفرق شوند و بسیار به صراحت میگویند که این یک آفت و یک وباس که این را تشبیه میدن مانند سیل، میگویند که اگر در مقابل از این استار چوین شما را با خود میبره و این مانند یک آتش است، اگر خود از این کناره نگیرین شما را میسوزانه و اذیت میکنه. و بصراحت میگوین حضرت عمرو بن العاص فتفرقوا منه في هذه الجبال والأودية، شما بخاطر ازی که خدا وقایه کرده باشین ازی و از اجتماع دور رفته باشین، شما به کوه ها و به دره ها به اطراف شهر بروین. بر صورت یعنی اونجا هم در جنبی که دوستا از این نکته میبینن از این زاویه دیگرش هم باید ببینن. زمانی که او تدابیری که لازم بود در مرحله نخستین اتخاذ نشده بود، یک فاجعه کلان اونجا روبرو شدند. بعد زمانی که حضرت عمرو بن العاص میآیند و این تدبیر اتخاذ میکنند به فضل و مرحمت پروردگار آهسته آهسته این فروکش میکنند. ولی در مجموع بعد ما به این نکته متوجه باشیم که حفاظت نفس یکی از مقاصد شریعت است. مقصدی است که بسیاری از احکام زمانی که در مقابل یا در مقابل بگویم وقایه نفس قرار میگیره میبینیم تخفیف های به میان میآید. پس جماعت رفتن به جماعت، رفتن به تراویح و یا گرفتن فاصله ها
یه هم از جمله حکامی هست که زمانی که اونجا نفس انسان در مخاطره قرار بگیره و اونجا تهدید به صحت و سلامت انسان و به نفس انسان بوده باشد، در چنین یک حالتی میتونیم که ما بر رخصت ها عمل بکنیم. حتی مواردی هست که اونجا باید عمل شود و سهلنگاری در اون مورد ای باعث واقع کردن نفس در هلاکت میشه و ای خودش گناه هست. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. دوستای عزیز، جناب استاد آقای دکتر نجیح چند تا فتوایی که ما و شما در این اواخر در صفحات اجتماعی دست به دست میشد دیدیم، اینا مرجع صدور فتوا هستند. به او خاطر خوب بود که اشکالات با ایشان در میان بگذاریم که گذاشتیم. انشاءالله ما امیدوار هستم که همه دوستا پاسخ خود گرفته باشند. بسیار خوب عمل کردن ریاست مجمع علمی وزارت محترم شاد حج و اوقاف، به موقع عمل کردن. و یکی از عواملی که یعنی ویروس نسبت به کشورهای همسایه سطح گسترشش در کشور ما پایین هست، ما مطمئن هستم که کار وزارت محترم شاد حج و اوقاف و مخصوصا ریاست مجمع علمی هست. از آغازین روزهای آمدن کرونا ویروس به افغانستان اینا دست به کار شدن و کار کردن و ما و شما شاهد بودیم در تمام موارد. خب ماه مبارک رمضان هست و دوستا میگن ما در این ماه از او فضایلی که باید بهرمند می شدیم نشدیم. یعنی ما از ختم ماندیم، از تراویح ماندیم، در جماعت رفته نمیتونیم و بالاخره این گونه مسائل. خب خوب است که شما چند حرف پیرامونی ای اشکالات داشته باشیم. با تاسف که ما امسال رمضان مبارک را در چنین یک حالتی سپری میکنیم که مساجد ما و شما خالی هست و دوستان نمیتونن که به ختم قرآن عظیم شن و به نمازهای تراویح با جماعت برسن، ولی مطمئن باشن زمانی چنین یک عذری بوده باشد و یک انسان به خاطر ازی که نفس خود را حفاظت کرده باشد و یکی دیگرا را سالم از خود داشته باشد، خدای نخواسته در صورتی که خودش مبتلا به این ویروس است و نمیفهمه و رفتنش باعث این میشود که دیگرا مصاب شوند، وقتی که به این نیت یک انسان شرکت نمیکنه در جماعت و معذور هست شرعا و به همین نیت که نفس ما در امان بوده باشد تا ما بعدها بتانم و یا به شکل انفرادی بتانم اطاعت و عبادت پروردگار را به شکل درست و وظایف و مسئولیت ها و وجایب و مسئولیت های خود را به شکل درست انجام بتم، بدون شک در چنین یک حالتی انشاءالله امیدوار هستیم که همو ثوابی را که در حالات عادی می گرفتن در چنین یک حالتی با داشتن همو اشتیاق و با داشتن همو نیتی که ای کاش اگر چنین حالتی نمی بود باید می رفتن و می رفتن هم و اگر امی حالت امروز هم نباشد اینها همی لحظه هم می روند. زمانی که چنین یک اشتیاقی وجود داشته باشد و با چنین یک نیتی اینها بوده باشند بدون شک و ثواب را در خانه هم می گیرند. پس عرض ما به همه دوستا و به همه مسلمان ها و به همه هموطنان عزیز و میست که کرونا را جدی بگیرند، سلامتشان از همه مهمتر است. عمل کردن به دین، اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیروی احکام خداوند است، نه پوره کردن شوق و علاقه شخصی یک انسان. بسیاری از دوستان میگن که ما شوق علاقه و اشتیاق داریم. زمانی که شوق علاقه و اشتیاق را در معیار دین ببینیم، وقتی که حالتی خطر میباشه و دین تاکید میکنه که وقایه نفست لازم هست، اونجا عمل کردن باز به حکم شرعی مطلوب می باشه و باید انسان به این بخش عمل بکنه. پس خواهشم از دوستای سکی نمازهای تراویح خود را در چنین ایامی بخصوص در شهرهایی که بیشتر اونجا واقعات هست و بیشتر اونجا این وقایع ثبت است و بخصوص در شهرهایی که مساجد اونجا از تعقیم لازم برخوردار نیست و فاصله های لازم را مردم رعایت نمی کنند و اونجا احتمالی شیوع و انتشار این بیماری بیشتر است، بخصوص در اوتو جاها کوشش بکنن بیشتر نمازهای خود را در خانه بخوانن، بخصوص نمازهای تراویح را. باز نماز تراویح خدمت دوستا به عرض برسه که نسبت به سایر نمازهای جماعت مرتبهش در او حد نیست، یعنی کمتر از او
از سایر نمازهای جماعت است نماز تراوی به خصوص در نمازهای تراوی چون در تراوی باز وقت بیشتر در مساجد صرف می شود به اساس توصیه و تاکید ما است که حتی دوستایی که ما خود را بسیار زیاد سالم احساس میکنن و به نمازهای پنج وقته با اتخاذ تدابیر لازمی و قیاوی می روند کوشش بکنن که تعداد کمتری در نمازهای تراوی باشند بسیار زیاد تشکر اگر می باشند هم باز هم تدابیر لازم داشته باشند جای نمازهای مخصوص با خود داشته باشند با داشتن فاصله لازم و تعقیم فضا و محیط مسجد بسیار زیاد تشکر به عنوان آخرین سوال در این برنامه جناب آقای دکتر کرونا را جدی بگیریم یک تفسیر ظاهری صحیح از نظر طبی میشه اینه به این معنی که ما فاصله ها را در نظر بگیریم مواد ضد عفونی استفاده کنیم و بالاخره من منظورم این است که شما یک تفسیر دینی از این داشته باشین ما کمتر این را یک بلای خدایی میدانیم و کمتر به خدا رجوع کردیم یعنی بیشتر ما توجه داریم مثلا با هم دست نتیم بله این هم درست است میپذیریم و بالاخره قسما خدا قرنطین کردیم اما او رجوعی که باید به خدا باشه شاید او نباشه یعنی میخوایم یک تفسیر دینی از این داشته باشیم خدمتتون به عرض برسه که ما وقتی که میگوییم پیام دکتر صاحب را که کرونا را جدی بگیرین یا یک پیام اجتماعی شده که کرونا را جدی بگیرین این در واقع به این معنا هست که ما حفاظت نفس خود را جدی بگیریم بله. ما در راستای وقایه نفس خود یک کمی بیشتر متوجه بوده باشیم بعد خدمتتون به عرض برسه که بدون شک همچو وبا و بلاهایی که میآید امتحان و آزمایش از جانب پروردگار است الله رب العزت میفرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر آنچه که میرسد به شما او در نتیجه اعمال شما هست و او هم بسیار یک بخش کمی اعمال اینا شایسته و ناهنجار هست که به خاطر تنبیه الله رب العزت او را متوجه میسازد که انسانیت در مجموع متوجه اعمال و کردار و پندار خود بوده باشند به هر حال ما در فتوای خود هم متوجه این نکته دوستار کردیم که وقایه به دو نوع است یکی وقایه ظاهری یا مادی ما گفته میتونیم دیگر وقایه معنوی و وقایه واقعی و حقیقی که ما او را هم نامیدیم اونجا که وقایه عبارت است از رجوع الی الله توبه انابت استغفار دادن صدقات دستگیری محتاجان و امثال یزی بخصوص امتناع و خودداری از انواع معصیت و گناه هایی که هست در حال و از گناه های گذشته هم بالاخره توبه کردن و عزم راسخ داشتن به ای که در آینده به گناه متوسل نمی شود که معنای واقعی توبه همی هست و مفهومی توبه است. به هر حال وقایه معنوی خواندنی اذکار و دعاهای مخصوصی که در همچون موارد و مواردی مشابه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست تلاوت قرآن کریم ذکر و اذکار اینها وقایه های بسیار قوی معنوی است که در جنب وقایه های ظاهری و مادی باید ما این وقایه معنوی را هرگز فراموش نکنیم و باید متوجه بوده باشیم و از همه مهمتر ای که وقتی که وقایه ظاهری را که توصیه های دکتر سیباس و وقایه معنوی را که ادعیه و اذکار و تلاوت قرآن و دادن صدقات و دستگیری و رجوع الله هست این هر دو را وقتی که ما انتخاب میکنیم باید متوجه باشیم که بعد از این دو وقایه باز توکل میکنیم توکل در واقع این وقایه ها مرحله نخستین و آغازینی توکل است که ما در فتوا هم به صراحت گفتیم که نباید فراموش شود یعنی هیچگاه اخذ تدابیر وقایوی چه تدبیر وقایوی مادی بوده باشد یا معنوی هیچگاه این منافی توکل نیست بلکه مرحله نخستین توکل و مأمور بهی است چنانچه صحابی میاد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و میگوید که با شطوری خود میاد که یا رسول الله شطور رها بکنم و توکل بکنم و یا هم شطور بسته کرده توکل کرده باز بیام به مجلس پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمانند ای عقلها و توکل علی الله تا اول بسته بکن شطور باز توکل بکن چون این وقتی که بسته هم میکنی ریسمانی که داره احتمالی داره که بسکله و شطوری را چیز بکنه و یک سبب ظاهری هست و تو تمامی توجهت فکرت بالای او سبب ظاهری نبوده باشد امکان دارد که الله رب العزت و تأثیری لازمی را که در او سبب ظاهری است نگذاشته باشد به هر حال توکل بعد از او و باز در جنبی که ما توکل داریم روحیه و مورال خود را باید بسیار بالا داشته باشیم چون داشتن یک مورال قوی که او در نتیجه توکل می باشد
او انسان را میتواند که مقاومت بدنش از لحاظ ظاهری و از لحاظ معنوی بسیار بالا ببرد و در مقابل امراض بالا بوده و این یک حکم شرعی هست که داشتن یک روحیه قوی و لازم و داشتن توکل به الله و رضا به قضا و قدر از او البته بعد از اتخاذ تدابیر وقایوی لازم مادی ظاهری چیزی که دکتر صیبا توصیه میکنند و اتخاذ تدابیر معنوی. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صیب. خداوند شما را به سلامت داشته باشه، استفاده ها کردیم. تشکر از اینکه وقت دادین و افطار با ما بودین. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. دوستای عزیز، یک میان برنامه کوتاه میگیریم و پس از میان برنامه با جناب قاری صیب احمد مسیح غوثی زاده در خدمت شما قرار داریم. تمنای همراهی شما را دارم. شروع میکنم به بسم الله الرحمن، من آزرده و حال پریشان، من ای خالق به تو آورده امرو، گناهم را به آب دیدم شو، که من نوسیام و شرمنده هستم، به نزدت ای خدایا هرچی یستم بنده هستم، ای روزدار مومن هشدار زبان خود را، کن عزت و شفقت خرد و کلان خود را، پیک با همت یز عالم جان آمده، می دید مردک نور به جهان آمده، بهترین وقت اوقات جهان آمده، بهترین وقت اوقات زمان آمده است، فیض قدس است که در کون و مکان آمده، مرحبا گویم و این ورد زبان آمده، که مبارک ماه یعنی رمضان آمده، با باز هم دل غافل با کجا چنین دوانی، با کجا و در بدادی یم عمر این جوانی، بزمای خدایم با تو عاشقا نگویم، که دلا کجا ندیدی غم این ماه نیانی، با خدا توبه غم را که دل اسیر آنی، بر یاد غمت را بدلت یار بمانی، تو ندادی به ما که خدا یار بدانم، برای عشق بخواند که تو عین آن ندانی، وقتی آن شد که دم تا تو ایمان بزنی، وقتی آن شد که دم است تا تو ایمان بزنیم، بر همه اهل وطن حرف ز قرآن بزنیم، حمز لا حول لگد بر سر شیطان بزنه، حمز لا حول لگد بر سر شیطان بزنه،
هر کسی روز خورد تنه عصیان بزنیم سال یک بار به ما یاد دهان می آید که مبارک مهیان رمضان آمده است از عدم بر چی کار آمده ای می دانی از عدم بر چی کار آمده ای می دانی من به خود نامدم تا که به خود باز روم من به خود نامدم تا که به خود باز روم آن کی آورده مرا باز برن بر وطنم از عدم بر چی کار آمده ای می دانی از چی مشت غبار آمده ای می دانی وقتی برداشتن سود و زبان می آید که مبارک مهیان رمضان آمده وقتی توبه از حسن و ریا در من مسکین عملی شد توبه از حسن و ریا در من مسکین عملی شد لاف میگوید در آن کس بس ثوابم نگرانند دوش پرسیدم از استاد یزل حکم تراب را گفت باطل نشون روزه تو این که ایانه یارم به دل شکستگانند بر خاک سیان شستگانند یارم به دل که سوز دارن در سینه غم دل فروز دارن یارم به دل که درد دارن از شرم بروی کس نیارن ما را که در این سرای ویران محتاج به غیر خود مگردان لک لک صلوات بر بدر افلاک مرد شرفناک شمس مدینه هزاران درود و هزاری دیگر زما بر محمد علیه السلام و السلام تشکر سلامت باشین چند مقام خواندین سلامت باشین بسیار زیاد تشکر وقفه میگیریم و پس از وقفه در ادامه شهر رمضان با دو فامیلی که ما دعوت کردیم به استودیوی شهر رمضان خوش آمدین ادامه شهر رمضان را به گونه نشر مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده هستید دوستان عزیز Save a Future نهاد خیریه است که مواد ارتزاقی همچنان که شما در جریان هستین با یک فامیل کمک و سانت کردن خداوند اونا را به سلامت داشته باشه و همچنان اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان برای فامیل دیگه دو تا فامیل ما دعوت کردیم امروز در استودیوی شهر رمضان هستن حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدین خب خودت کاکا جان خوش آمدی به برنامه از زندگیت بگو کاکا جان پختوایه مایک دارین مایک دارین شما مادر جان مایک تان پیش خودتان باشه کاکا بفرمایید گپ بزنید آقا رغلم نگ غار نه رغلم ما یو مشکی گی دلته کابل کی رغلم بس بیکار یم کار نشته بس ما شمن موجی نستی او لاس ایاله ما چرا از ننگرهار اومدی کاکا جان بس کار ده پر کار نشته بس خب چند نفر هستی در خانواده اعضای خانواده اید فامیل چند نفر هستی 12 پختو آیا مشکل نیست دل زاغیو بس مولانا ما ماشمان میدی خیا کار بار نشته بس دل تا کور لری دل کور کور نشته خیا بیا سه کار کی دل تا دل دیاری ماری کو بس کار بنه پتہ کی کلی کلی نیو بس خیا بیا جوان سنگه تیری جوان ولام ده تیری بس خیا پننگر هر کی کار در لود کنه مخکی یو وسته نشته کار نشته بس سو میاشت کیږي چې ته دلته راغلی یاري یو میاشت کیږي چې راغلی ما کار ما نشته بس کور کور مې بس زنګونه وخی بس ټربون مې بند کړی دی بس
نور پیسې نشته زه لاړم پیسې ورته وېستم مریضان پروت دي او یو چې څو هغه کېږي وا چې ورته وایي پنځه بوزې اوړ قرضار به یم پیسې نشته زه ورته پیسې ورکړم هغه سړي به زه زمونه وخت ته پیسې راوړی که پوه سي بس رمضان راغی بس نور داسې مریض خبره ده بس نور کارونه نشته په کور کې ناروغ هم لرې کور کې مریض لرې ما ماشوم وړکی مروشته ما ماشومان دي هغه مریضان دي څه تکلیف لري هغه دا هغه د با سینه بغل ده سینه بغل ده دوایی ورته اخیسته یې که نه دوایی به اخیسته او اخیسته مې کرد مې اخیسته یې بس خدای دې شفا درکړي نور نه زمین در من سلامت باشین کوتا مادر جان شما در مورد زندگیتان بگوین پدر اولادا چی میکنه چند نفر در خانواده هستین هشت نفر هستیم پدر اولادم فوت کرده خودم دیگه مریض است و من تر سنگ گرده دارم تر درد جانم است مشکل است ناجور است دیگه خانواده بسیار بسختی بسیار بسختی خب در خانه کرایی استم بسیار روزم بعد بسختی تر میکنیم بسیار زیاد تشکر از حضورتان در استودیو شهر رمضان خداوند چاره ساز است چاره همه ما شما را بکنه و انشاءالله خداوند مشکلتان حل بگردن سلامت باشین خب شما تشریف بیارید طرف یا بیاین کاکا جان شما هم بفرمایین به این طرف مادر جان شما هم بفرمایین همچنان که قبلا یاد کردم این طرف این مادر جان این طرف این اتاق تجارت بین المللی در افغانستان و همچنان سیو فیوچر مواد ارتزاقی برای فامیل های محترم در نظر گرفته که باز همکارا برشان تفویض میکنن تشکر از شما و تشکر از تمام همکارای ما در بخش های مختلف و سپاس شکران از تمامی شما تا فردا شما را به خداوند یکتا امانت میکنم علی نگهدار شما